من باور بیشتری روی کاری که دارم انجام میدم دارم و آهنگ رو الان بهتر از بچه‌ها می‌شناسم و یکم جلوترم. من وسعت صدا دارم، تحریر میتونم بزنم و خودم رو نشون میدم. این نبرد با تمام وجودم میخوام اجرا کنم. خواننده‌ای که از 16 سالگی روی صحنه اجرا میکنه و گیتار رو به زیبایی مینوازه. پگاه. هنرمندی که از 7 سالگی با خوندن در تلویزیون تجربه خوانندگی را آغاز کرده. سجاد. شرکت کننده‌ای که از 4 سال پیش خوانندگی رو شروع کرده با یک گروه سوئدی ولی همیشه دلش با ایران بود. پروا. عجب اجرایی. الهی که اول همه هیچ کسی سرزمینش رو ترک نکنه. بریم سراغ مربیای نازنینمون. استاد بیژن عزیز، شما بفرمایید. جان دلم. و
به 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 این اجرا چقدر لذت بردی. ما هر چهارتامون بلند شدیم برای بچه‌ها. خیلی خوب بود. خیلی سجاد. آفرین سجاد. آفرین پگاه. خیلی خوب بودی. من از همون موقعی چیز ازت بدم اومده بود برای که من انتخاب نکردی. الان بیشتر بدم. بیشتر بدم. عالی بود. فرما جان خیلی خوب بودین. چه هارمونی های زیبایی. با اینکه آهنگ سنگینیه. آهنگ به هر حال شعرش هم که مضمونش رو نگاه میکنین گوش میدین دردناکه واقعا. ولی که انقدر زیبا شما اجرا کردین که من سراپا شرف شدن. آفرین بچه. آفرین. چقدر با احساس بود اجراهای تک تکتون و واقعا با تمام وجودم حس کردم که این شعرها رو چجوری سرازیر میکنید از خودتون با احساس و با اون مفهوم شعری که داره. واقعا بی نظیر بود. مرسی که این لحظه رو برای من فراهم کردید بچه. ممنون. حامیان و نازنین در خدمتیم. بگو عزیز. بچه ها خسته نباشین. واقعا از ته دل خیلی کیف کردم. سجاد عزیز صدایی که داره یه سوز سنتی داره که واقعا دوست دارم و یعنی خیلی صدات واسه سبک سنتی من خیلی عاشقشم. پروا جان من همچین انتظاری نداشتم چون قبلا که شنیده بودم واقعا ناامید شدم، اما الان یه چیز دیگه دیدم که خب امیدوار شدم و میبینم که آدم تمرین میکنه از جایی که بود کجا رفتی. دم میگم پگاه جان از اول منم حس عمو بیژن رو داشتم، عاشقت بودم، بعد ازت بعدم اومد به عمو بیژن شد چون انتخاب درستی کردین ولی اینا جون. و واقعا هم امشب عالی بودی، یعنی از حرف نداره. بریم پیش خانم فرور عزیز که فکر نکنم هیچ کسی بخواد الان جای شما نشسته باشه. خیلی سخته. تصمیم الان تصمیم شماست و فکر نمی‌کنم کسی بخواد جای شما باشه. به خدا حامد جان انقدر من الان خوشحالم که نمیتونم تو پوست خودم بگنجم. به افتخار خوشحالی خانم فرور یه دست بزنیم. I love you. برای اینکه میدونم چقدر سعی کردین برای که اجرای زیبایی داشته باشین روی صحنه که میبینین همه تحت تاثیر قرار گرفتن به خاطر کار شما. پروا جان تو که اصلا نمیتونی بخونی زبان فارسی رو. درسته. واقعا بهت تبریک میگم. چقدر تمرین کردی که انقدر فارسی رو سلیس و راحت امروز اجرا کردی. عاشقتم سجاد جان. من اون روز بهت میگفتم زیادی تحریر نده یادته، ولی خب امروز خیلی خوب بود. تحریرهای جا افتاده باریکلا خیلی عالی بود. پگاه جون من اون روز یادم یه تیکه روزای روشن رو برات خوندم، گفتم که این تحریر رو باید بیشتر روش کار بکنی. عشق توی چشمات جمع شد. منم بارها خواستم عشق بریزم ولی گفتم به جای عشق باید خوشحالی کنم. من واقعا خوشحالم که یه تیم به این خوبی داشتم و خدا رو شکر میکنم که شما ها من انتخاب کردین. واقعا ازتون متشکرم، خیلی دوستتون دارم. ولی انتخاب خیلی سخته، نمیدونم باید چیکار کنم. سجاد بگو. پروا همه تون خوبین، واقعا دلم نمیخواد هیچ کدومتون از دست بدم، اما پگاه نازنین رو انتخاب میکنم. انتخاب پگاه به نظر من 100% انتخاب درستی بود که من کردم. من امیدوارم که این خواننده بسیار خوب به مرحله برتر مسابقه وایس بره و منو خوشحال کنه. خوشحالم از اتفاقی که افتاد. خب مسلما این کار منو سخت‌تر میکنه، ولی خب بریم به امید خدا ببینیم چی میشه. خب اون لحظه معروف. مربیای نازنین آماده این که فکرها رو بکنیم با هم همه؟ نه. مربیای عزیز آماده نیستن که فکر بکنن با هم. اوکی حاضرم. 10 ثانی از همین لحظه آغاز شد. پنج ثانیه و تمام. خب
خداحافظی میکنیم با مربی عزیز. بفرمایید بچه این نازنین. از اجرامون راضیم که هدف منم همین بود که اجرای خوبی داشته باشیم و خوشحالم از این اتفاقی که رخ داد. خیلی راضیم از اجرا خودم، خیلی تمرین کردم، خیلی هم من زحمت کشیدم و از بهترینم تونستم امروز نشون بدم و این از برای من مهمترین بود.